سلام دوستان نازنین، امیدوار هستم که جور و سرحال و صحتمند باشین، دور از گزنده روزگار ایام به کامتان باشه. بازم شما را خوش آمدید میگم در یک ویدیو جدید. امیدوار هستم که کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را حتما تا آخر تماشا کنین، لایک و کامنت یادتان نره. دوستان نازنین، قسمی که میفهمین عید قربان است. عید قربان یکی از بزرگترین عیدهای اسلامی است که مسلمان ها در سراسر جهان در این روز جشن می گیرند. عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانی و صدقات و احسانش بستری برای جاری ساختن مفهوم بندگی است. عید سعید قربان خجسته باد. خب دوستای نازنین، حتما همگی برای عید آمادگی های می گیرن، لباس جدید می خرن، شیرینی و یا کلوچه می پزن، به دیدار بزرگا و دوستان می رن، دستای خود خینه میکنن. من هم دستای خود خینه کردم و یک کیک شربتی آماده ساختم، خواستم همراه شما دوستا شریک کنم. امیدوار هستم که از ویدیوی من خوشتون بیایه. تا آخر حتما تماشا کنین، کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را لایک کنین، اگر نظری دارین در قسمت کامنت بنویسین. دوستای نازنین، آیا میفهمین که چرا ما عید قربان را تجلیل میکنیم؟ من در یک جای مطالعه کردم، اونجا نوشته بود که حضرت ابراهیم در سن بالا دارای فرزندی شده بود که نام او را اسماعیل گذاشته بودند. و وقتی که اسماعیل نوجوان شد، خداوند به او دستور داد که او را باید قربانی کنه. اما به هنگام انجام قربانی اسماعیل، خداوند که حضرت ابراهیم از سربلند در امتحان دید، گوسفندی را برای ذبح به نزد حضرت ابراهیم فرستاد و گفت که به جای اسماعیل پسرش این گوسفند باید قربانی کند. این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا فریضه‌ای برای حجاج می‌گردد و در این روز مستحب است که نماز عید قربان نیز برپا گردد و همه ما مسلمانان جهان این روز خجسته دانسته جشن می‌گیریم، قربانی می‌کنیم، نماز برپا کرده و نزد بزرگان برای احترام می‌ریم. خب دوستان نازنین، بیاین که با هم دیگه کیک شربتی خود آماده کنیم که برای از این کیک 2 گلاس آرد، 4 عدد تخم مرغ، 1 گلاس ماست، 1 گلاس بوره، 1 گلاس روغن، کمی زعفران، 1 قاشق پودر کیک و کمی هل میده شده ضرورت است که با هم دیگه این مواد تیار کرده کیک خود آماده میسازیم. اول 1 گلاس روغن و 1 گلاس بوره را همراه میکسر برقی و یا میکسر دستی میتونیم که هم بزنیم تا وقتی که خوب سعی او شوه و بعد از او دیگه مواد خود را بالایش اضافه میکنم. بعد از او تخم مرغ را دانه دانه بالایش اضافه کرده و هم میزنیم. Thank you.
خب دوستای نازنین، مواد کیک کاملا آماده شده. داخل قالبی که از قبل چرب شده و کمی آرد پاش دادیم می‌ریزیم و در داخل داش که به درجه حرارت 180 درجه به مدت 30 الی 35 دقیقه میمانیم که کیک ما پخته شود. خب دوستای نازنین، تا وقتی که کیک ما داخل داش است باید شربتش آماده کنیم که برای شربتش یک گلاس بوره و یک گلاس آب و کمی هل ضرورت است. اگر دوست داشتین میتونین که گلاب بریزین و یا کمی زعفران برای خوش رنگ شدنش. بالای حرارت قرار داده تا خوب صحیح او شوه و نباید که غلیظ شوه، باید رقیق باشه و وقتی که تیار شد میمانیم کاملا سرد شوه. کیک ما که پخته شد، بعد از سرد شدن شربت بالایش اضافه کرده و همراه میوه خشکی که در نظر گرفتین میتونن که تزیین کنین و نوشیجان کنین. خب دوستای نازنین، کیک ما آماده شده، برش میزنیم هر قسمی که دوست داشتین و شربتی که سرد شده بالش اضافه کرده ما همراه چارمغز و کنجد سیاه و سفید تزیین کردیم. خب نازنینا، کیک ما کاملا آماده شده، بسیار خوش رنگ و خوش طعم آمده بود. شما هم یک بار امتحان کنین. امیدوار هستم که از ویدیو ما خوشتان آمده باشه. تا آخر حتما تماشا کنین، کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را لایک کنین و دوستای نازنین تا یک ویدیو بعد، خدا نگهدار و روزهای عید خوب و خوشی را سپری کنین.